دوباره خوش آمده این ادامه برنامه هست و در این بخش برنامه محترم استاد محمد یوسف منیب خطیب مسجد جامع حضرت عثمان خنی با ما هستن. میخواییم در ارتباط به آداب مهمانی صحبت بکنیم، اینکه زمان مهمان برای ما میایه باید چگونه برخورد، چگونه رفتار و چگونه آداب مد نظر بگیریم و اینکه زمانی که ما مهمان میریم چه آداب و چه مواردی باید مد نظر بگیریم. از جناب استاد امروز صحبت هایی خواهند داشت، انشاءالله که بیننده باشید. سلام بر شما، بسیار خوش آمده. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر جناب استاد. چه خوبه که در ابتدا در ارتباط به مهمانی از دیدگاه شریعت صحبتی داشته باشید. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسمع، ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه او کما قال صلی الله علیه و سلم. عرض سلام دارم محضر شما جوانان پرتلاش و عزیز ما در شبکه هدفمند اصلاح و همه بینندگان و شنوندگان عزیز این شبکه مبارک. امیدوارم در هر جایی که عزیزای ما چه در خارج و چه در داخل زندگی میکنن از صحتی و سلامتی برخوردار باشن. سوالی که شما کردین، مهمانی از دیدگاه شریعت، سوال بسیار مقبول و زیبایی هست. اسلام دین همه جانبه، دین زیبا، دین قشنگ، دینی که در واقع برای ما همیشه در تمام ابعاد زندگی برای ما اشیا و برنامه های بجا گذاشته و داره که ما از اونو میتونیم لذت ببریم. یکی از اون برنامه های خوب اسلام و دین مهمانی هست، یا مهمان شدن یا مهمان کردن. اینها خود مهمانی از دیدگاه اسلام از ویژگی و جایگاه بسیار بلند برخوردار. ما شما اگر در نصوص آیات قرآن کریم نگاه بکنین، در داستان حضرت ابراهیم خلیل که چگونه با مهمانای خود غذا می‌خوردن و حتی در روایات آمده که همیشه دوست داشتن با مهمانا غذا بخورن و با مهمانا نشست و برخاست داشته باشن، این شکل اگر در داستان حضرت یوسف نگاه بکنیم که چگونه اونها با برادران خود که مهمان اونها شده بودن اونا رو نوازش میدن و به اونها هدایای را عطا میکنن. اگر در سیرت خود مبارک صلی الله علیه وسلم، حبیب خدا و پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نگاه بکنین، جایگاه بسیار بلندی برای این موضوع دادن، برای مهمان و مهمان شدن و اینها. حتی در حدیثی میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داره، باور داره، باید مهمان خود اکرام بکنه، یعنی عزت بکنه. و در سیرت مبارک صلی الله علیه و سلم ما جاهای زیاد میبینیم که به مبارک علیه الصلاه و السلام مهمان می اومدن، بسیار آنچه که در توان اونها بود اونا را برای مهمان مصرف میکردن و آنچه که لذت داشت به اونها و آنچه که عزیز بود پیش از اونها او رو با مهمان میدادن و مهمان را استقبال میکردن و از مهمان پذیرایی خوبی میکردن. حتی گاه گاهی برای صحابه میفرمودن که امشب مهمان مر کی خانه خود میبره، یعنی گاه گاهی برای صحابه میتر درس میدادن که یعنی شما هم مهمان داشته باشین و با مهمان غذا بخورین، با مهمان بشینین، با مهمان بلند شین. چرا؟ مهمان که هست عزیزه، مهمان که هست گرامیه. و خود مبارک علیه السلام و صحابه جان نثارشون همیشه با مهمان سرکار داشتن. و دین مبارک اسلام یک دین اجتماعی هست. هیچگاهی انسانهای مسلمان به خصوص خالی از اینی هن که مهمان نداشته باشن یا مهمان نشن یا به سفر نرن یا کسی مسافرت به جای اونها نیه. این شکل در صدر اسلام هم این تعاملات و این رفت و آمدها وجود داشته و ما در سیره مبارک علیه السلام میبینیم که هر گاه مهمان میامد، حتی کسایی که دشمن جان پیغمبر بودن، کسایی که حتی با
مسائل صلح و گفتگو و یا از این قبیل موضوعات هم می آمدن با یک خاطرات بسیار خوبی می رفتن. حتی کسی در سیرت میاره که به قصد جان مبارک علیه السلام آماده بود و بعد از اینکه او بر می گرده و رسول خدا رو می بینه و برخورد اونها رو با این حالت می بینه با این مهمان و با این مهمانی که در واقع دشمن اونا بود، او مسلمان میشه. وقتی او به قبیله خو میره اونا میگن ما تو رو یک جور دیگری میبینیم، تو به دیگه قسم آمدی. او میگه من رفتم او چیزی که ما و شما درباره محمد علیه السلام میگفتیم ولی من برعکس از او رو دیدم. و اگر ما و شما به داستان شبی که روزی که اولین آیات نازل میشه اقرا بسم ربک الذی خلق، سیدنا حضرت محمد مصطفی علیه السلام وقتی به خانه حضرت خدیجه میآیند و بسیار در حال ترس و نگرانی اینها هستن و حضرت خدیجه اونها را دلجویی میدن، یعنی به اونها حرف و کلمات رو بیان میکنن. از اون جمله کلمات و جملات یکی اینه که ای محمد، تو کسی هستی که به مهمان خود عزت میکنی، تو کسی هستی که صله رحم رو به جا میاری، تو کسی هستی که همیشه برای مردم احترام قائل هستی و مهمان ها را عزت و احترام میکنی، پس خداوند تو خوار نمیکنه، تو پریشان نشو. نبی علیه السلام قلب مبارک آرامش پیدا میکنه. پس از این معلوم میشه که اگر ما به آیات قرآن نگاه بکنیم، به احادیث رسول الله نگاه بکنیم، به سیرت نگاه بکنیم، میبینیم خود مهمانی، مهمان شدن، مهمان کردن از یک جایگاه ویژه و بلندی در شریعت ما برخوردار است. بله. و مهمان نوازی باید چگونه باشه جناب استاد؟ مهمان نوازی اینه که ما وقتی برای ما مهمان میایه، ما مهمان نوازش بدیم. به چی معنا؟ به این معنا که ما وسایل و امکانات ضروریاتی که برای مهمان هست از قبیل مثلا جای حمام، جای خواب، غذای مناسب، جای تفریح و به اصطلاح وسایلی که ضرورت داره، مثلا تلویزیون یا بعضی امکانات دیگه برای سردی، برای گرمی که اگه هست هر موقعی که سال قرار داریم، اینها رو برای مهمان ما آماده بسازیم تا ای که این مهمان پریشان نشه. چون مهمان که هست ناخبره، در خانه ما میای، گاهی بعض مهمان ها هستن که ناخبرن، تازه به خانه ما وارد میشن میاین، ما اونها رو وقتی همه وسایل امکانات بگذاریم، این نوازش مهمان هست. مثلا مهمان تنها نگذارین، با او قصه بکنیم، وقتی میخوابه وسایل خواب از یوره، وسایل وضوی از یوره، جای نماز و مسجد و و دیگه از این قبیل چیزها رو، با مهمان غذا خوردن، با او غذا بخورین و سعی بکنین که وقت غذا خوردن غذاهایی که مناسب میبینین باید مهمان ما بخوره، اونا رو برای مهمان بگذارین و کوشش کنیم. حتی در حکایات میاره، میگه که صحابه یک شب اونها مهمان میایه، اونا به خانه اندازه غذا دارن که خودشان و اولادایشان بخوره. با این صاحب خانه به همسر خود میگه امشب تو یک شکل چراغ رو خاموش بکن، چراغ رو خاموش کن که من به سلام نان رو دهن خور مزه میکنم، گویا که من نان میخورم، به خاطر اینکه این غذای کافی وجود نداره، مهمان ما بخوره، بچه ها رو خواب کن و من هم به یک شکل. خانم از این شکل انجام میده و خود به اصطلاح بچه ها خواب میشن، همسر از چراغ رو یک نحوه خاموش میکنه و خود از این اکثر نان مچست میزنه که من میخورم، شما هم بخوریم، خوب نان است بخوریم، چراغ هم جور میشه. یعنی به این شکل باز اون مهمان نوازی از اینا رو مبارک صلی الله علیه وسلم تحسین میکنن. یعنی این مهمان نوازی اینا نوازش مهمان هست و مهمان نوازی آداب خازی هست. بله دقیقا. و استاد بی خبر مهمان شدن خیلی بدارم چگونه هست؟ تشکر. اولا که من خودم از مهمان شدن بیخبر یک خاطری برای شما بگم، بعد باز این موضوع از نظر دینی. اولا من یک زمانی با دوستا جای میرفتیم، جای میرفتیم، خب اینها چند نفر مهمان بودن، من مهمان او برنامه نبودم یا او جا نبودم، اینا گفتن تو هم با ما بریم. گفتم من خبر نیستم به اینجا، نظر شرعی هم خوب نیست که آدم بی خبر جای مهمان کسی بشه. گفتم نه، ما خود صلاحیت زیر داریم یک نفر خود. گفتم شما صلاحیت داریم، شاید اون مسلمان اندازی شما قضا آماده کرده باشه یا اندازی کسایی که دعوت کرده،
گفتم نی بریم استادم روی ما برین. خب روی هم رفته روی از ضربتر ما هم رفتم. یک جفت کفش بسیار لوکس کسی از دبی برای ما روان کرده بود، اولین دفعه بود که کفشار ما پوشیده بودم. بعد وقتی که اونجا رفتیم دیگه ما گفتیم مهمان هستین اونجا رفتیم، اتفاقا مهمان های از اون طرف هم زیاد بودن. کفش خودم در بیرو کردیم، خوب نبود که ما کفش خودم میگرفتیم با خانه میبردیم. اولین دفعه بود که کفشا خور پاخه کردم. وقتی که نان خوردیم بیرو شدیم دیدیم کفشا منیه. دیگه من از اونجی دیگه تصمیم گرفتم که ناخبر مهمان کسی نشم. حتی دیگه تا حال هم مو خاطره کفشا مو خاطره تلخینو بیادم هسته. یک دومی که ما بی خبر به جای مهمان نشیم از نظر شرعی درست نیست. چند تا علت داره. اولی که انسان وقتی مهمان کسی میشه بی خبر، پیش وجدان خود خوب پریشان است. من میرم طرف مقابل خود میشناسه مهمان های خوده، فلانی ها آمادن. یعنی تو یک کسی میگفت یک جای ما رفتین، گفت من بی خبر رفتم، باز میامده میگفته فلانی ها خوش آمدین. شما باز مرد به تنهایی میگو مکم نخواه شما هم خوش آمدین، یعنی تو که ناخبر بودی تو هم خوش آمدی. یکی اینه که خصوصا در شهرستان ها و جاهای ما و شما بی خبر مهمان کسی ما از نظر شرعی درست نیه که بشیم، به خاطر اینکه میشه غذای اینا کم بیایه، آبروی اینا بره، یا جا برای گرما و سرما نداشته باشن یا امکانات نباشه. اینه اگر ما طبعا میرین خود ما پیش وجدان خو پریشان میشین، طرف مقابل شخصیت ما رو وزن میکنه که سعی کنیم فلانی، یعنی خورد میشیم، در واقع شخصیت ما خورد میشه، داریم خود ما به شخصیت اجتماعی خود لکنه وارد میکنیم. و برالو از او طرف مقابل هم اگر یک دم ما چند نفر ناخبر میره مرکز رفه خور خود خوب ببره، ده نفر خبری کنه، ده نفر هر کدوم یک نفر خود خوب ببره، 20 نفر. خب طبعا او طرف وقتی قضای کم بیایه خب آبروی میره. آبروی یک انسان مثل خون از بری ارزش داره. چی ما خون یک انسان برزیم گناه داره گناه کبیره، چی آبروی یک نفر ببره. یعنی آبرو ریزی هم از نظر شرعی درست نیست که ما آبروی یک نفر ببره. به این خاطر توصیه من برای دوستا، اولا برای خود من که دارمیتو میکنم، یک پنجه طرف شماهای و چهار تا طرف خود خور تلقین میکنم که انشالله من از این خاطره تلخی که بیاد دارم انشالله بدون خبر جای مهمان نمیشم. و دوستای خودم توصیه میکنم، خانوادرم توصیه میکنم که بدون خبر به جای مهمان نشم. بله جناب استاد، مدت مهمان بودن باشد. از دیدگاه شرعی حالا که یک بودی بود که شما گفتین بی خبر مهمان شدن و یک زمانی که دعوت میشیم به یک جای، چه مدت زمان باید مهمان به یک جای باشیم؟ مهمان طبعا بسیار ما سعی بکنیم جایی که مهمان میشه مهمانی ما مختصر باشه. بله. به خاطر ای که همونطور که ما دوست نداریم که خود ما اذیت بشیم، دوست نداشته باشیم دیگران هم اذیت بشن. وقتی ما به جای مهمان میریم سعی بشه که فرصت رو زور انتخاب بکنین. اگر کسی ما رو مهمان میکنه، حالا الحمدلله خیلی خوب شده مردم ما این آداب رو یاد گرفتن، جلوتر خبر میکنن و میگن یا شب یا روز و مهمان میکنن. بعضی وقتا هست که ما رو کسی مهمان میکنه او دوست داره که ما بستیم بخونش، اما ما مدت تر طولانی نکنیم. اگر ما رو یک شب مهمان میکنه ما سعی کنیم فردا از او پس بخونه خود برگردیم. اگر چاشت ما رو مهمان میکنه تا شام به خانه خود برگردیم. اگر ما زمان رو طولانی میکنیم به جای میریم مهمان میشیم، خصوصا جاهایی که محرم نیستن، جاهایی که اونها اقوام ما نیستن، دورترهاین، دوستاین، شاید وسایل از اونها کم باشه، شاید جایی که اونها نیاز میشه انسان برای امکانات و وسایل، به این خاطر ما یک مدت مهمانی رو طولانی نکنیم. و یکی هم وقتی که اونجا میرین کوشش بکنین که ما به دیگران درس مهمان شدن رو بدیم. یعنی به این معنا که ما آمادین ان این شکل مهمان شما شدیم، آدم هم تو شیرین مهمان شه و شیرین مهمان کنه. اگه تو خواسته باشی دو شب و سه شب و چند شب همونطور مثل هتل باری به اونجی پرته باشی، طبعا هم صاحب خونه آخر چی میکنه دیگه، یعنی اذیت میشن. ما نباید سبب آزار اذیت دیگران بشیم و مهمانی ها طولانی نکنیم. خصوصا وقتی که ما نگاه کنیم به
طرف مقابل، یعنی او چی اندازه از ما میتونه پذیرایی کنه، به چی امکانات از ما میتونه پذیرایی کنه، بعدش ما مهمان بشین. یکی از دوستا قصه میکرد، میگفت در یکی از کشورهای بیرونی گفت ما رفتیم یک جای، گفت یک بنده خدای مهمان کردی بود چند نفره، بالاخره گفت اینا اونجا استادن، به جای رسید که آخر صاحب خانه گفت برادر اگه مهمانی بود که بخوردیم، اگه غذایی بود که خوردیم، حالا من کاروبار زندگی دارم، شما اینجا تخت پست خود انداختندی، من نمیتونم دنبال کاروبار برم، شما اینجا هستین. گفت بالاخره یعنی اونا رو کشید از خانه. یعنی آدم نباید که به شکل جای مهمانی بری که هم آبروریزی برای خود آدم بشه و همینه، بلکه همینطور بسیار چیزی که شریعت گفته، کسی دعوت میکنه به صرف چاشت، میرم نان خود میخورین، احترام از اینا رو میگذاریم، اجابت دعوت اینا رو میکنیم، سنت هست. اگه شب میریم نان میخوریم، پس بیاین تا به خواب شدن هم به خانه بیاییم، طولانی هم نکنیم. شب ار بستین، او بند خدا شاید مریض داشته باشه، شاید مشکلی داشته باشه، شاید خواب داشته باشه، شاید مهمان ها رو نوازش داده، شاید خسته شده باشه، اینا سبب آزار نشید. بله دقیقا. و ضررهای مهمان نکردن و مهمان نشدن استاد، بعضی وقتا امکان داره که اصلا نه مهمان بشیم و نه هم شخصی و یا هم اشخاص رو مهمان بکنیم. اصلا این طرح چیزی هست که ما گفتیم دین مبارک اسلام مسلمان ها را به تعاون و نیکی و تقوا و اینها رهنمایی میکنه و اسلام ما را رهنمایی به از بین بردن کینه ها، بغض و عداوت و دشمنی ها میکنه. یکی از راه های خوبی که اسلام برای ما گذاشته که ما میتونیم دل ها را از کینه ها پاک بکنیم، امین مهمان شدن و مهمان کردن. یعنی گاه گاه انسان یک موجود اجتماعیه، بعضی وقتا میشه مثلا بعضی برنامه های وجود میایه، بعضی کدورت های ایجاد میشه، ما بین فامیلا یا ما بین شریکایی که با هم معامله میکنن یا ما بین امسایه ها یا دیگه. باز همین مهمانی یا مهمان شدن یا مهمان کردن اصلا یک شستشویی میده دل هاره. ما نباید این کارو بکنیم که هیچی مهمان کسی نشین. یعنی ما انسان یک موجود اجتماعی باید در اجتماع داشته باشه این کارا، البته نه به صورتی که بعضی ها به شکل مهمانی میکنن و مهمان میشن که دیگه ورشکست میشن از زندگی خود، مثلا نان بسیار سنگینی رو جور میکنن، چشم هم چشمی های بسیار خطرناکی دارن، اون شکل نی. ما به یک غذای معمولی، به یک لبخند، به یک صبحانه بسیار ساده ما میتونیم کسی رو مهمان بکنیم، کسی که دل ما میخواه، و خود ما میتونیم مهمان کسی بشیم با همچون یک برنامه های ساده. اما این که هیچی ما مهمان نشین و هیچ کسی هم دوست نداشته باشیم طرف ما بیایه، او دیگه فکر میکنم یک دل سختی باشه، یک انسان باشه که شاید او از اجتماع به دور باشه از همه چیز، که نه مهمان شه و نه مهمان رو دوست داشته باشه. البته دور از شرافت و کرامت انسان، او زندگی حیوانی محض دیگه، یعنی بعضی از حیوانات هیچ کس رو خوش ندارن و حتی به داخل هم او خانه و زندگی خواهم نمیخواین که کسی نزدیک بشه. پس بنان ما و شما باید خواهر، برادر، عمه، خاله، قوم، اولاد، پدر، اینا گاه گاه با هم بنشینن، حتی دوستا، همسینفی های مکتب، پانتون. ما یک وقت پانتون بودین، همسینفی ها مهمان دوره داشتین. تا این حال که تقریبا ان شاء الله از سال 1390 که ما فارغ شدیم، تا این حال ما هم مهمان دوری ها خور داریم. یعنی سال یک مرحله، یعنی خصوصا زمستان که میشه، می چند شب قبل، البته یک ماه قبل، جای یکی از دوستا بودیم. یعنی آنقدر برای ما لذت بخش بود، آنقدر لذت بخش بود که اصلا جز و شیرین ترین خاطرات زندگی ما همونه که کنار هم میشینین، نان میخوریم، لبخند میزنین، اختلاط میکنین، صحبت میکنین. یعنی بعد ما هم مهمان بشین هم مهمان بکنه، اما خود خود به دشواری نیندازن. بله بسیار عالی. جناب استاد، به عنوان آخرین سوال، اگر کدام حرف و صحبتی باقی مانده باشه و پیام شما میشه. تشکر از شما و از برنامه های خوب شما. پیام برای شنونده ها و بینندگان محترم تلویزیون مبارک و هدفمند اصلاحی هست که ما کوشش کنین از برنامه های خوب اسلام، دین ناب، از او صحیح و درست استفاده بکنیم. ایتر نشه که ما برنامه های اسلام رو بگذاریم یک طرف و بعضی موضوعاتی که از اسلام نیه به اونا ما علاقه پیدا بکنیم. پس ما دستور، ما دستور شریعت هست، دستور دینه که ما مهمان بشین، مهمان بکنین، کوشش کنیم دلها رو پاک کنیم، قلب رو پاک بسازین. وقتی مهمان میایه به جای مهمان میریم، آداب مهمانی رعایت بکنین،
یعنی اونجا میرین دیگه با موبایل خود مصرف نشین، به تلفن خود مصرف نشین و با جان خودگه مصرف نشین. یا با ما مهمان میایه، باز ما اکثر با موبایل و با تلویزیون اینها مصرف بشین، مهمان احساس حقارت بکنه، اینا رو نداشته باشین. بلکه ما باید آداب مهمان شدن، آداب مهمان کردن و ای که مهمان عزیز خدای کسی با ما، بعض مردم مهمان اونها میای پیرک اینا تروش میشه و یا ای که مهمان رو به یک شکل نحوه دیگه برخورد نه، باید با پینک باز. همون یک معقوله، یک سخن هم هست میگن که مهمان قبل از اینکه بیایه همون قضا و نانش جلویتر برکت در خانه خداوند روان میکنه. پس به این خاطر دلها را از کینه‌ها به وسیله مهمانی، مهمان شدن، خصوصا فصل بهار، فصل بهار دلهای رسیدن ماه مبارک رمضان، یعنی یه چی هست، بعضی فامیلا و دوستا آداب عادت دارن که عروس دامادار مهمان میکنن، به کنار از اونا باز فامیلا از اونا دعوت میکنن. خیلی خوبه گاه گاه مهمان بشین، مهمان بکنین و از برنامه های خوب اسلام استفاده بکنین. این پیام برای همه جامعه و برای هم مردم و بینندگان عزیز است. از خداوند آرزوی صحتی باز هم برای کل امت اسلام، خصوصا برای مردم رنجیده افغانستان آرزوی صحتمندی رو دارم. مردم ما مردم بسیار مهمان نوازی هستند. ما خیلی به ولایات رفتیم، یعنی به یک دورترین ولایت افغانستان رفتیم، اوقدر مهمان نوازی ها، اوقدر به میدان شهر یک دفعه ما رفتیم، یعنی هیچ خاطرات مهمان نوازی اونها رو فراموش نمی کنیم. به هلمند رفتیم، مردمش غریب اما بسیار مهمان نواز. هرات ما و شما کو در صدر جدول مهمان نوازی قرار دارن. همیشه خوب خوش باشین. تشکر از شما و برنامه خوب شما. بسیار تشکر از حضور شما محترم استاد محمد یوسف منیب از اینکه در برنامه اسراریوا با ما بودین، در ارتباط به آداب مهمانی صحبت کردین. جان سپاس. تشکر از شما و برنامه. و بسیار تشکر از همه عزیزانی که تا این لحظه برنامه اسراریوا بیننده بودین. رسیدیم به پایان برنامه امروز و تا برنامه بعد از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. خداوند یار و نگهدارتان با.